کابوس میبینم چیزی مثل بخدک میفته. آقا کلی 35 سال برای اینا جون کندی بس نیست؟ بابا ببند این دفتر رو تمومش کن بره دیگه. یعنی تو سربازی هم دست از این فالوور بازیت ور نمیداری؟ خواهر جان فالوور بازی نه، جمع آوری و متمرکز کردن سرمایه های سرگردان. آقای سی شما خودت پدری آقای سی. آقای سی پدر من یک عالمه زحمت کشیده، الان مراسم بازنشستگیشه. اون پدر منو بودت کردی که اصلایی دستش بشم، الان چشی پدر کارکنه است و اصلاش برسه تو. شما خود روزه داری اون پدر منش گاز کوله 150 تا نوار لنز. درسته حضور درس کنم اینم زغاله. آقا کریم درسته ما قبولت داریم ندید. آقا شما اصلا یه کاری کنی دفتر دستکو بده به من، من خودم اصلا امضا میکنم انگوش میزنم که شما همه این چیزا رو سالم به من تحویل دادید. ببین برای بابا چی خریدم؟ این واسه باباست؟ آره دیگه گفتم بازنشسته شده امروز تو مراسم بهش بدم. مادر جون زشته این با این گل من گلیه روش. بابا مگه بچه مدرسه یه واسه جایزه خریدی؟ مردم بهمون میخندن نکن. آقا صبح ماشین آوردم اینجا با سرویس، یه ذره کار برقی داشته تو دودی ماشینم خاطر عوض بشه. از ماشین آوردم خونه ببینم کیفم نیست. کیفتون نیست؟ بله آقا کیف پولم. فیلم دیروز تمام دیدونا برای من بریزون روی دیویدی. میگم پریسا اون مانتو مشکی که پارسال تو حفظ با زندایت خریدیم اونو بپوشم یا ای ماما شما هنوز خونه ای؟ نگران نباش مادر، زنگ زدم که آژانس بیاد. ببین میگم اون قهوه‌ای که تو حراجی خریدم اون چطوره؟ اونو بپوشمش؟ 2 هفته سفر مشهد به همراه خانواده‌شون. پریسا مادر من کارخونم، شما کجایی؟ تو راه خونه؟ آره بابا من توی این مدت تو پادگاه فکر میکنم چی کار کردم؟ همه رو فالوور خودم کردم. آقا الان فکر کنم بیام یه میلیون فالوور رو فکر کنم داشته باشم. بچون بالا چی کار میکنی؟ بیا پایین اونم سیب تو یخچاله. داداش من زنگ میزنم. زنگ زدم خدا. میمودین یه ذره مراسمو کش میدادین تا من بهتون برسم. داداشون چه کشی میدادین دیگه؟ اصلا برنامه‌ای نبود، شما برنامه‌ریزی کرده بودین واسه خودتون. یه سری برنامه بود، اونم فاکتور گرفتم به علت کمبود وقت. حالا گفتن هزینه سفر رو میدن. سفر؟ کدوم سفر؟ سفر مشهد می‌خوایم بریم. خب آره. چی شده مادر؟ نگاه کن. کفش رو از این مرضیه خانم گرفتم و نگاه کن پاشتش شکسته، نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. مرضیه خانم گرفتی واقعا؟ آره چطور مگه؟ اون ولت نمیکنه که مادر، تا پول یه ماشین صفر نگیره به خیال نمیشه. خب تو هم نه انگار توفه است. بیا پایین ببینم. این دفعه میلهشون بسد یهو خدای نکرده خطرناکه. باشه پس یه در بندازم جمع کو ببینم این کلاس. بعد وای میسادی تا من میومدم. بابا چی اومد میسادم تو میومدی؟ خبری نبود که بعد 35 سال منت گذاشتن هزینه 2 هفته سفر مشهد به من خانواده‌ام دادن. بس سلام تموم شد رفت. چه منتی آقا کریم، حقت بوده. تازه به نظر من خیلی هم کم گذاشتن. 35 سال خدمت صادقانه کمه؟ بله تازه اونم بدون حتی یه روز مرخصی. خیلی خب بابا شلوغش نکنید، اسب پیشکشی رو که دندانشو نمیشمارم. پریسا مادر اون سود پلیزو بردار بیار. سود پلیز همون کادویی. سود پلیز نه مادر جان، سورپرایزه. خیلی خب حالا تو چیکار میکنی؟ داری کفشو میسابی؟ بله بله آقا شد بله. آه باباست بفرمایید. جمع کن خودتو ناقابله، برات خریده بودم میخواستم بیارم جلو همکارات بهت بدم اینا نذاشتن. حسو در نکنه چرمندی کردی بازش کن دیگه چرف. حالا چی هستی آقا جون؟ این
دو چرخه است چون شاگرد اول شدیم ما هم برات جایزه خریدیم. یه بار میخوانی نمک رسید گوری کتریمون خراب شده بود یه برقیشو خریدم. آقا جو صورت خدا کنه همیشه مناسبتی باشه که آشپزخونه شما نونوار بمونه. چه فرقی میکنه آقا کریم، همه با هم استفاده میکنیم دیگه. بله دیگه، نوشابه خانواده است که همه با هم استفاده میگم راستی منوچهر زنگ زد گفت به آقا کریم بگو از فردا بیاد بنگاه پیش خودم بشه. منوچهر خان خیلی لطف کردن، من اگه قرار بود کار کنم هم کارخونه میموندم دیگه، بازنشسته نمیشدم که. آقا کریم حالا نگفت که از شیش صبح بلند شو برو اونجا که چی؟ ای بابا گفت هر وقت تو خونه حوصله‌اش سر رفت میتونه روزا بیاد دو سه ساعت اونجا بشینه. بعد ما دختر بزرگ داریم، پسر بزرگ داریم، این میخواد دوماد بشه، این میخواد عروس بشه، نمیشه که اینجوری. ما من نمیخوام دوماد شم، من عروسی هم نمیکنم. پولشو بدین هر چقدر میخواد خرج کنیم، بدین به خودم میرم چیکار بکنم. جمع کن منم همینطور. اوه حالا حتما انگار گفتم که همین فردا بیان، هم تو عروس شو همین دوماد. چی شد آقا جون؟ چی شده؟ هیچی، دارم خواستگارا رو پر میدم. نه خواستگارا رو پر میدم تو صف وای نستم میگم راستی این مادر این آقا فریبرز دیروز یه نیمچه صحبتی با من تو خیابون کرد. چی؟ فریبرز کیه؟ بابا پسر همین آقای قادری دیگه، خونهشون تای کوچه است، بالای خونهشون خیاطی زنونه است. اصلا حرفش هم نزن اینا، معلوم نیست پسر چی کاره هست. مادر جون این روزا همه جوونا بیکارن، ولی این پسر با غیرتیه، با ماشین میره این شهر اون شهر برای خودش کار میکنه، پول در میاره. ببینم بابا تو میشناسیش؟ همه میشناسنش. کیه؟ بابا همین پسر آویزونه رو میگه، بهش میگن لوسه رنگ آویزونه میمونه. بابا اون همه مرد جنس میاره. نه چی؟ جنس میاره. نه جنس مثلا یخچاله بدون گارانتی، تلویزیون بدون گارانتی، این چیزا برده. قاچاق. قاچاق چیه؟ مادر اینقدر پسر مردم حرف در نیار، ما پدر مادر اینو میشناسیم. خوب نیست. خب پدر مادرش آدم خوبیان، نمیخواد با پدر مادرش ازدواج کنه که. اصلا این آقا فیوریت من نیست. چی تو نیست؟ بابا بیبری همون یه چیزی تو مایه های میخوام ادامه تحصیل بدم جدیده. بیا نمیگن میخوام ادامه تحصیل، میگم فیوریت تا من نیم آقا بهدی شما بگو دیدم اون روز تو کوچه داشتی باشی که پوک میکردی. تو بگو اون پسره اصلا در حد لیاقت خانواده ما هست؟ من با این چیزا کاری ندارم، من فقط میدونم آدمی که تو این اجتماع نتونه چهار تا فالوور واسه رفیقش شروع کنه به درد جرز دیوار میخوره. بفهم ماما خان. خیلی خوب حالا تو هم انگار همین فردا قرار محضر رو گذاشتی. حالا این سفر کی هست آقا کریم؟ فعلا که وعده‌شو دادن تا ببینیم خدا چی میخواد. بزرگی من که نمیتونم اینو اینجا چیتونه شما افتادیم به خودتون. مادر جان بیا درست شد عین روز اولش، فقط به این خانم بگو یه دوتا لجنخاری بوگیر ماشین چیزی بندازه توش خیلی بو میده. زشته مادر. آجون پاشو بیا اینجا تا من دونت رو بخور. بلند شو پاشو بیا. شعبه دوی حوض نیستش که اینجوری رفتی توش. بذار بابا خیلی سکته زدی، داری چیکار میکنی؟ ببخشید فکرم بهروده، من حضرت خودشم گوشیشو چک میکردم. گوشی چک میکردی؟ بله خواست. دست به گوشی بهروز زدی؟ بله آقا جون. بابا پیر شدی دیگه، نمیخوای بفهمی که این موبایل مثل مسواک بیمونه، یه وسیله شخصیه، نباید دست بهش بزنی؟ خواه آجون داداش کوچیکترم، من نباید حواسم بهش بشه. چقدر این کارشناسا میگن موبایل بلوغ زود رس میاره، ما باید چکش کنیم. این صدای فالووراش میاد اصلا. صدای فالوور؟ بله من اینجا میشتمم بغلش. بازش کنم چیه؟ باز نمیشه. صدای چیه؟ صدا فالوورش قفل داره، 10 قفل زده. حتما یه چیزی تو این است که 10 قفل داره. اینا روشن شد دیگه. نه آقا جون توش نمیشه رفیق، قفل داره. آها ببین. آقا جون اینجا رو چیه؟ ساعت 10:30 شبه. 10:30 شبه شما اینجا نشستی بیداری؟ 10:30 باشه بابا. شما همیشه این موقع بوس چیز لالا از اون لالا. بابا قربان برم دیگه تموم شد، من بازنشسته شدم. گذشت اون دورا. گذشت. از یه بعد باید یه برنامه‌ریزی داشته باشی برای من،
بالاخره یه جوری سرم گرم کنیم که چیز نشم حوصله‌ام سر نره. چشم آقا جون، من خودم برنامه ریزی میکنم فردا. الان شما برو بخواب، از فردا شب برنامه رو بهتون میدم. من قربونه دارم، چون فردا و شبت فکر فردا کنیم. همه الان پاشو یه فیلم بذار، فیلم طولانی هم بذار، 3-4 ساعت بشینیم پاش همچین مشت حال کنیم. آقا جون فیلم ببین شدی چشم آقا جون، اصلا عقلم نرسید به این تفریح. آقا جون چه فیلمی دوست داری ببین؟ ترسناک هست، کمدی هست، خنده‌دار هست. بکش بزن بکش. آقا جون نه این فیلم ها روش با توش فرق داره. چی؟ چیزه فیلم ها رو گذاشتیم، مثلا گذاشتیم تو یه جلد دیگه، سیدش یه چیز دیگه است، جلدش یه چیز دیگه است. بده خودم برات بذارم. پس بگی؟ بله آقا جون، دروغ ندارم. پس بیا این کچله رو بذاریم، کچله خوبه. نه این کچله خوب نیست آقا جون، خیلی فیلمش بده. بده یه فیلم خوب بذارم، این اصلا سر و ته. پس یه فیلم بذار، هم بخندیم هم یه پندی چیزی هم بگیریم دیگه، پند آموز باشه. بکش بکش هم داشته باشه؟ نه نداشته باشه؟ نه بابا نه، حوصله اش نداره. برو آقا جون، من میذارم چشم. آقا جون تخمه خوری؟ اگه باشی که عالیه بابا. من برنامه ریزی میکنم، میگیرم واسه فردا. آره دست درد. ولی الان چایی اگه میخوای هست، چای بیارم؟ چایی بابا. بلش کن، واسه یورینت هم خوب نیست. آره بابا درد سر داره، همین جنش ما یورین داری. به آقا جون هنوز نخوابیدین؟ عافیت باشه آقا جون، سلام بابا. اه آقا جون ببخشید، آقا جون گوشیه وسیله شخصیه، مثل مسواک میمونه دیگه. ببخشید آقا، من این خواستی بخوریم ایشالا. خیلی خوب. آقای محترم، به جایی که چپ و راست بری همون تونتون بشوری خودتو، یا برنامه ریزی کن واسه اوقات فراغات آقا جون. برنامه ریزی؟ بله آقا جون، برنامه ریزی همین الان برات کردم. بیا بر دست خودم تو این شبکه مجازی تبلیغات میکنیم، بوده که در میاریم، نونمونم تو روغن آقا جون. قصدی؟ چی میگه بابا؟ آقا جون میدینی چی میگه؟ این میخواد شما رو بشونه یه جا مثلا حواست نیست، یه ترقه بندازه زیرت، بهتره که بترسی مردم هر هر بت بره. آقا جون میده. آره آقا چرا جرم میده؟ رفتی سربازی به هرشتی هم زادم نشد دیگه. حرفمون نزن، من تو صبح نباید بری سر کار با تو. هم آقا جون این فردا صبح خواب بمونه، پروندهشو زدن زیر بغلش رو اخراجه ها. اون آقام که هیچی، باید کم کم عادت کنه صبح زود از خواب بیدار بشه، پس ورقه کارتش اومد بره دنبال یه کاری. اینجا که هتل نیست. آقا جونم که میبینین الان اینجا نشسته، واسه اینه که 35 سال کاراشو کرده، الکش هم آویخته. این انقدر هرس میخوره میترسن پیری رو دست بگیره. به کی رفته است؟ منو بگو چقدر از تو خودمو میخورم. ایمن میترسم تو بلوغ زود دست بگیری. اول میترسم اون پیری زود دست بگیره. ایمن خوشحالم که خودشم خودشو جدی نمیگیره. میاد یه قوری میزنه میذاره میره. ولی من میترسم تو 30 سالگی موهاش سفید شه، احتمال سکته هم داره. بله اینم هست. بله. آقا جون فیلمو ببین آقا جون. آقا جو خب بذار فیلم شروع بشه، تیتراژش بده بعد بخواب. چجوری آقا جونو بریم پایین میگیریم سر جاش بخواب؟ ببریم نه ببرم. ببریم نه ببری؟ مرد حسابی من چجوری آقا جونو بردارم برم بذارم تو حیات بخوابه؟ دیگه خودت میدونین که من میخوام بگیرم بخوابم. شب بخیر. خب انتظار نداری من برم جای آقا جون وسط حیاط بگیرم بخوابم، گربه ها رو بغل کنم که؟ شب بخیر. مامان آقا کریم بابا پاچو بیه بره سر جاد بخواب، این بچه فردا باید بره سر کار، این شما بیکار نیست که.
تنهایی با امید تو. پریسا خانم، بابا خوابی؟ بله آقا جون. ساعت 5 رو با بابا. خب باشه. مگه نمیخوای بری سرکار؟ آقا جون من ساعت 8:30 باید برم سرکار. 8 سرویس میاد دنبالم. خب بابا تا صبحونه بخوری آماده شی شده 8. یعنی یه صبحونه خوردن و لباس پوشیدن 3 ساعت طول میکشه؟ خب باشه بابا. بگه به خواب یه ساعت دیگه میام بیدارت میکنم. نه آقا جون خودم ساعت کو کردم بیدار میشم. رئیسا بابا نماز تو خوندی؟ بله آقا جون همه چند دقیقه پیش خوندم نمازمو که بیدارم. خب قبول باشه. سلام. سلام صبح. چی؟ کابوس دیدی یا دوباره یورینت بود کرده؟ نه بابا عادت 35 سال از خوابم نمیبره. بیا برو نماز تو بخون بگی بخواب. بیا برو. آقا کریم دیگه باید این عادتتو بذاری کنارا ترکش کن. بهزاد آقا بهزاد بهزاد بطاق چی شده؟ هیچی صبح شده. صبح شده؟ چرا ساعت زنگ نزد؟ آقا جون ساعت 6 هم نشده. چیکار ساعت داری بابا؟ باشو لنگ زوره. مگه نمیخوای بری سر کار؟ آقا جون من ساعت 7 نمیرم سر کار. مگه شما مدیر تعمیرگاهی؟ حالا ما تو یادمون میاد کارگر جماعت کله صبح خروز خون میزد از خونه بیرون. باشو آقا جون داری میگی میزد؟ این مال قدیم و سال زمانی که هیتلر گروهان دو بود. الان خیلی فرق کرده بابا، تکنولوژی پیشرفت کرده. کامپیوتر اومده. خیلی خوب خیلی خوب فلسفه بافی نکن. میگی بخواب آقا جون. خواهم کنم خواهم شکن دست در بکن در بخواب. آقا جون لامپ خاموش کن. آقا جون نورش تو چشه خاموش میکنی؟ آقا جون آقا جون خب چرا روشن میذاری آخه؟ بهروز 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 باشین چرا خاموش کن دست درد نکن. موبایلم کن. موبایلم چی کردی؟ بابا یه پادمانه. باشه چراغو خاموش کن. من داداشتم. موبایل تو چیکار دارم؟ باشه اینو خاموش کن. دست لب خاموش کن. من خاموش میکنم. باشه جواب دکتر تو نده. باشه خاموش کن. چی بود؟ چی شد؟ سر چی بود؟ چی شد؟ نمیدونم. لامپ روشنه. چی بود؟ آقا جون چی کار داشتی میکردی؟
بچه بابا گفتم یه صبح درست کنیم دوره هم بخوریم. چیزی نیست که دوتا کاسه بشقابه دوتا هم قابلمه افتادیم. آقا جون مردم با صدای خروس خواب بیدار میشه، ما صدای در قابلمه. خدا به داد اون برسه. بریم بابا بریم زابرا شدیم بریم. آقا جون فقط بپایین پاتون نبوره دارین جمع میکنیم. آقای کری جونم یه ماستم بخر یادم رفت بنویسم. اون چشم باش. میگم یکیش میشه پلویی هم بگیر یادم رفت بنویسم. اونم باشه چشم باشه. کریم وایسا وایسا. بله. یه بسته چای کله مورچه‌ای هم بخر یادم رفت. ایوا چرا برگشتی؟ خب برو دیگه. زیبر من هنوز پام از در خونه نذاشته بیرون، تو سه قلم جنس رو یادت رفت. برو قشنگ فکر کن بنویس تا برم بخرم بردارم بیا. نه همین سه تا بود دیگه، چیز دیگه نمیخوام. مطمئنی؟ بله. من برم برگردم خونه دیگه پام بیرون نمیذارم. نه دیگه چیزی لازم نداریم همین بود. مطمئنی؟ بله. باش. میگم آقا کریم اگه یادتون یه مایه ظرفشویی بگیر تموم شده. آقا کریم آقا کریم بیا 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 چی میخوای؟ روسیه یه چند تا چیز دیگه یادم رفت گفتم داری میری بهت بگم بگیری بیای. زیبا من اصلا معلوم نیست که برگردم. یعنی چی مایه کجا میخوای بری؟ خبر دارم میخوام برم پیش دوستان رفقا. دوست و رفقات؟ بله خیلی وقت ندیدمشون دلم براشون تنگ شده. نهارم پیش اونا میخورم. بابا بعد 35 سال من آزاد شدم. دو تا لندهور داری خونه بفرست برم برات خرید. خداحافظ. شام که میای؟ شام که حتما. من بازنشسته شدم، ولگرد نشدم که شب برنگردم پیش زن و بچه. زد زیاد. به سلامت دوستان رفیق. درسندان صادقیه بودست درسندان صادقیه پاسداران بودا میگه آقا تشکیل بودا درسندان یه نفر بودا اونجا بودا پاسداران دو نفر بودا درسندان نبود بودا میگه آقا ولی از دیویست باید این جلو ترکیم برو به سلام هم بودا درسندان صادقیه آریا شد بودا تشکیل کنم تشکیل نه بابا چی داری میگی؟ من 35 سال خرمالی کردم حسین جون. کم نیست 35 سال اولشه فعلا. خوشخوشونته بذار یه در روز بگذره بهت میگم. آدم میگه به کار بگیم هر چاکی دارم میرن سیر خودشون. من زنم هم باش من زنم هم کم میخوری گرد تا بیدیم بقیهش هم خدا کرده. من به زنم برم سفر برو 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 هستیم. نه میرم پیش برای سلمانی. نه کام تونستی بیا اونجا بذار میرم چی میشه دیگه. یا علی یا علی دور رفت مثلا ما خدا سرسندان یاریاشه داشت دنبال کار میگردید. آره چطور؟ حقیقتش دنبال یه بنده هست میگردم. یه هوا گرم شده یه نفری نمیکشم از این. او آرومتر رو ببینیم کار چیه؟ هدایت اینفورمیشن اون سر وا میسی مسافرها هدایت میکنی تو تاکسی. همین هم خیر دنیا داره هم خیر آخرت. من بیام جارشیش هم آخر خب باش نمیشه. ما بیفتیم ما بیفتیم دست در این کاره نیستی داشت برو دنبال کارت. با دست از خندان دار یا شرط دادنیه با دار نبود. سلام کریم. سلام کریم مخلصی. سلام علیکم. سلام علیکم چکر های مخلصی حسن هم باشی چکری بوی آجی مخلصی چکری 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 چک
ای خدا بخوا امروز مطالبم کار کنی اینا بعد نیست بودی دکی به احتر بودی بوده یا علی بح 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 به موقع رسیدم مادر جان دوستم داره کریم مادر سمت چقدر تو رو دوست داره سر خوردن غزر رسیده شما ما رو دوست داره آقا فرج دست در نکنه قربان شما به خدا قبلش داشتم میگفتم یعنی میشه عمو کریم بازنشست شده بیاد ما ببینیمش مشتی چشمون در اومد بازار کلا آیمان در نامردی قربونت برم ببینم کریم جان سرمایه مرمایه چقدر داری قربونت برم عمو فرج سرمایه مرمایه کجا بوده با این گرونی با این تورم واقعا پول تو دست آدم میمونه من با همین حقوق بازنشستگی تا آخر برج بکشم خیلی اونم کردم الان بخوا چیا کنی؟ بگو چی ما بیکار بگردم یعنی قرار بیکار راست راست بگردی؟ بایدت رو مگه میشه؟ بابا من 35 سال کار کردم بس نیست بعضشان زن و بچه هم با من کاری ندارن چرا شما گیر دادیم به من؟ ره پسر اون اولشه سب کن حالا گیر دادن شروع میشه ببین هر موقع گیر داد اعصابتو خرد کرده تو میتونی مستقیم بیا اینجا یه سر بشونی ترتمیز بکنی یا انام خوبی میگی چشم ما که ناکردیم هر وقت گفتی میایید قربان شما دوستداشی پیتزا فروشی داداش منم هست 3-4 ساعت زور از 7-8 تا 12 شب ما تا سواری که بلدی آخونو ولش کن پیتزا رو خیلی دوست دارم این آرزو به دلم مونده یه شب زن بچه رو بردارم ببرم اون بالا ماده ها یه پیتزا خوری ملس را بندازم شوخی نکن آدم باید کار بکنه اونی هم که عباس گفته دقیقا درست گفته انعام خوبی گیرد میاد داره هر خونه رو بزنی دو تا پیتزا بدی یا یه چیزی بس میذاره نگوانه معلم خواستی به شیر رو من حساب کن 2 ثانیه میفرستم سرکار آشنا دارم فرج میدونه ببین شغل جا نمونده به ما پیشنهاد بدیم خب بلمون کنی ما گفتیم بیایم امروز پیش رفقا باشیم یه ناهاری با هم بزنیم درد دلی بکنیم کیف و حالی بکنیم صرف شما گیر دادیم به کار من میخوام بیکار بگردم مشکلی هست بعد صبح اول وقت پاشم برم 4 تا بچه درخت همیشه بهار بخرم بیارم بکارم تو باغچه دیگه باغچه جا داره که بخوای چیزی توش بکاری؟ فکرونشم کردم زیور جو کاری نداره 4 تا موزاییک این ور عمرش برداری این گلو گشاد میشه مرد از وقتی بازنشست شدی افتادی به جون خونه ها چی کار کنم خانم من مرد کارم نمیتونم بیکار بمونم کریم به جایی که اینقدر کار علکی میکنی گلشو به اینجا به من کمک من کار علکی کردم خانم من از روزی که بازنشسته شدم دائم دارم برای شما کار میکنم خرید میکنم اینو درست میکنم اون آقا هر کاری دارد دستم برمیان میکنم دیگه به جای این کارا ببینم زنگ زدی برای سفر یا مثل کارهای دیگهشون وعده وعید بود آی زیور راست گفتی پاک یادم رفته باشم دارم امروز کارخونه ببینم قادش مادش چی شد آه حالا هی از زیر کار در برم بابا از زیر کار چی در رم اینا قرار بود به ما لوح زرین بدن کتاب حافظ بدن از همه مهمتر بگو چی هزینه یه سفر کامل مشهد رو ای بابا نکن دیگه آقا کریم من که به تو میگم این کار تو نیست پس میدونی چیه من اصلا توی خونه حسنه ها سر رفته نگاه کن زندگی رو همه رو آب برداشت ببین پس ما چی میکشیم وای خود آخه مرد وقتی نمیتونی کاری بکنی برای چی دست میزنی گرد رسی من چی کار کنم شیر رو باز گذاشتید چی کار میکنی بسته بابا برو شیش اقامشون آقا کریم بالاخره زدی بیرون نه؟ با عزت رو از خونه نشینی خسته شدی گفتی بزنم بیرون برم دنبال کاری واری چیزی ها با اجازه شما آقا کریم ببخشید این بچه نمیتونه یه لحظه اینو واسه من نگه میداری اینو آچار صفر کنم قربونت برم من کار زندگی دارم شکرتی قربونت برم یا علی بسه درد نکنه
این پایه این دیناره بگه خیلی بد قلبه ستن، یعنی این پایه نگرده صف نگرده این خیلی بد قلبه. این چیا بکنیم؟ کار که آر نیست، خیلی ها بعد بازنشستگی سر کاری میرن، بعضی ها میرن مصطفی کشی، یعنی این جعفر آقای خودمون، یه ادن میرن بونگای مسکن، یعنی همین آقا منشل خودتون. خلاصه هر کی یه کاری میکنه صف نگرده داشت. چی شما مگه نون نخور داشت؟ صف نگرده این شله شله صف نگرده دستت درد نکن. خلاصه هر کی یه کاری میکنه دیگه، عیب هم نیست از نظر من. راستش من میخواستم یه موضوعی رو با درمیون بذارم. بفرمایید. صف نگرده صف نگرده بابا مگه نون نخور داشت؟ اینو صف نگرده صف نگرده نداری نمی بسته نمیشه اصلا. خیلی خوب گرفتم دیگه. خواستم بهت بگم که من یه موتور تو انباری دارم، خیلی وقت خال خورده داداش، صف نگرده تکون نده دست و صف نگرده. شما جای حرف زدن کارتو بکن. دارم میپیچم، میبینی که دارم میپیچم. بفرمایید. یه دستی سر روش بکشی یا موتوره ها. گفتم اگه پایه باشی بدم بندازی تو خیابون مسافر جا به جا کنی، تا غروب 4000 در میاری، میاری میری میذاری وسط تقسیم میکنی، سر برجم 2000 کاسبی و به یه زخمی میزنی، علافی هم نمیکشی دیگه، از این زیور خانم حرف نمیشنوی. اوکی خدا شکر ما فهمیدیم یه همسایه دست به خیر داریم. خبر نداشتیم. شکرتی. از قدیم گفتن هم ساده خوب از خواهر برادر با آدم نزدیکتره. بله بله از شما خیلی. آقا اینا چرا بیل کردید؟ نه چرا بیل کردید؟ چی شد پر؟ ما رو باش با کی میخواییم بریم 13 بده؟ بچه اون افتوها رو بد کن ببینم، بیاییم پایه دینما نگردم. بگی بیدم صرف بگی، مگه نون نخوردی؟ نون کن آقا، ایمانا تو ثابت هزینات. بزرگش کن. بفهمه آره اشتباه شده یا سرکان آها اومد تو سالو تزینات. یه سیزده تو ماشین برداشت. آها حالا ما کجا؟ تو رخشم. البته تو فیلم مشخص نیست. نگاه کن آقا نگاه کن، مشخص نیست داخل ماشین چیزی برمیداره. گذاشت تو کمدش. ما که تو ماشین دوربین نداریم که. اسی خان تا مطمئن نشدی اقدام نمی کنی. آقا تا حالا سابقه دزدی نداشه این تعمیرگاه، معلومه کار خودشه، صاف رفته سر ماشینی که یارو پریز گفت کیفم گم شده. من نمیدونم، حواستو خوب جمع کن، حفظ آبروی مردم خیلی مهمه. بله آقا. صاحب ماشینه امروز اومدی یا نه؟ نه هنوز نیومده ولی پیداش میشه. فعلا برو تو پارا را سرویس کن، ببین کیا میخوان اول ما برن مرخصی. منم تو از فکرامو میکنم ببینم چی میشه. برو سر کارت. برو. آنلاین که چه خبره جمع شده اینجا؟ چرا سر کارتون نیستی؟ آقای سی دوربین نگاه کردین دزدی کاری کی بوده؟ بله آقا دارم پیگیری میکنم. تعطیلات تا بشه. و الان کی بس معلوم میشه؟ خبرش میرسه بهتون. نگران نباشید. تا چند وقت دیگه تعطیلات تا بسونی شروع میشه. به به ماشاءالله. به به بله که به به. ما بعد سرویس دهیم مشتریامون رو شروع کنیم. یه سریاتون یه سریتون تو ماه اول میتونیم بریم مرخصی، یه سریتون تو ماه دوم. من ماه اول آشنا را بزن دست کشنگ رو بله تو بره خواستیم تاوفون برسیم. بله در گوشی نداریم بفرمون بر گفتم با هم دیگه به تاوفون برسیم نه با من. آقای سی من میخواستم بگم که من تابستون رو کاری ندارم، کل تابستون رو میام سر کار، یکی از بچه ها که خونش رو شهرستانه به جای من بره مرخصی. من میام بگم ساکه بفرمایید. آقا اتفاقا میتونم تا این برم مرخصی ها؟ رجالت بکشید، معرفت و مردونگی رو از بهزاد هاونی یاد بگیر. سکوت که حاضر شده جای کسی بمونه اینجا کار کنه، اون یکی بره مرخصی زندگی کنه برای خودش. خب به حساب هاونی تا حاضری جای کی کار کنی اینجا؟
اجازه بده خب بالاخره یه سری شرایطی داره که متراقباً ابلاغ میکنم. بفرمایید سر کارتون میگم. فردا نهار منتظری تمام. آقا من از کجا بدونم فردا کجا هستم؟ باش هر کی تونسته. در حالی که نهار منتظری. حتما چاکر تمام. یعنی بعد واسه خودت دا. برگردی کارخونه واسه سر بزن. امیدمون قربان. خوش بگذره. خوش یادت. ان شاء الله شما دعا کنید من ستا رو بفرستم خونه بعد. همتون دعوتی. مصدر قربان. برده شما برم آقای نیست بوده رحمت کنون پدرشون ایشون وقتی کوچولو بوچولو بوده بفهم آقای رضایی دوستان رو همه که ملت داشت بفهم وقتی بچه بودی بله 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 بفهم پرسا بالاخره مرخصی رو گرفتم مبارک باشه مرسی تو برنامه چیه؟ سفر خانوادگی گوش شیطون که اگه قسمت بشه قراره یه دو هفته بریم مشهد خانوادگی؟ یعنی واقعا بابات رضایت داد بریم بیرون؟ آره آقا حاجونم بازنشسته شده مدیرای کارخونهشون هم قول دادن برای قدردانی از زحمت بابا خرج سفرمونو بدن اوه یعنی روم پول میخوای حساب کنی بری سفر؟ عمره مدیرعامل کارخونه آقا جونم اینا گفت جوری جمعم گفت ببین اینا جوگیر که میشن از این حرفا زیاد میزنن داداش منصورمو که یادت قبل از مسابقات بهش گفتن اگه قهرمان بشی یه باید مسکن مهبت میدیم دو سال گذشته چادر مسافرتی هم ندادن اینا اولش حرف میزنن بعد حساب کتاب میکنن میبینن هزینه زیاد میشه بهونه میارن که نده تازه سفر مشهد الان اونم واسه خانواده شما خیلی هزینش میشه فکر نکنم بدن چی بگم من که طالب همو از تهران نذاشتم بیرون ببینم خرجش چقدر میشه ولی فکر کنم سر حرفشون بمونن آ. خدا کنه من که چشم آب نمیخورم جمعاً مهندسیان شد 12 میلیون تومان 12 میلیون تومان؟ بله چه خبره؟ مهندس جون ببخش کن 12 میلیون این روزا پولی نیست خور بدارم 2 میلیون بلیط هواپیماست البته من نفر 200 تومان حساب کردم احتمال این که 300 تومان 350 بشه هست آقا کریم بهتر نیست با قطار بریم تا حالا سوار هواپیما شدیم خیلی ترس داره حالا هواپیما ترس داره قطار هم بالاخره همچین امن نیست با اتوبوس هم که من این معذورات چیز دارم شخصی دارم نمیتونم برم خب بگذاریم دیگه چه چیزایی داره؟ 10 میلیون هم خرج هتل و خورد و خوراک و عیابزه ها 10 میلیون تومان؟ چجوری حساب کردی؟ شبیه 500 تومان هتله روزی 200 تومان هم خورد و خوراک و عیابزه ها با اینا میشه عزیزا دل برا جانان گارا فراغت می کند دیوان ما را نشانی رد پایی گوش چشمه به خانه راه گمگشته ها را تام عمری گرفتم خدام اینجا دلم در خونه یا خداوندا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم یکی بار دیگر دل برم خست سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ایجا که
فکر فراغ و طاقت از سر به در بلکم از سر به در کن خدا اینجا دلم در پیش دل بر خدایا این سفر خدایا کن سفر آسون برایم که بینم با دیگر یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از گری و دیری به تنگ اومد دل ای جان فکر فراغ و طاقت از سر به در بلکم از سر به در